توی قسمت های قبل صحبت زیاد کردیم روی مسائل تکنیکی نرم کالر خب حالا بعد نیست توی این قسمت یه خورده چیزای جالب تری با هم ببینیم میدونم که درس قبلی مقدار براتون خسته کننده بوده خب بیایم یه نگاهی به این کلیپ بکنیم و فرض کنیم که ما می‌خوایم اصلاح رنگش بکنیم طبیعتا اولین کاری که ما انجام میدیم اینی که یه دور کلیپ رو نگاه میکنیم البته اگر بیشتر از رو ببینیم خب بهتره ولی حداقل یکی دو مرتبه ما باید نگاه بکنیم تا ببینیم که چه چیزهایی توی تصویرمون وجود داره خب خوشبختانه ما توی تصویرمون تغییر دیافراگم کم و زیاد شدن نور رد شدن مه یا ابر یا دود از جلوی تصویر و چیزهای اینطوری رو نداریم و میتونیم با خیال راحت الان اصلاح رنگمون رو انجام بدیم همونطور که شما توی این تصویر میبینید یه مقدار خیلی کمی هایلایت وجود داره یه مقدار خیلی زیادی شدو وجود داره و یه مقدار خیلی خیلی زیادی میتون البته اگر بخوایم فقط سیاهی و سفیدی این کلیپ رو بررسی بکنیم اجازه بدید من یه بار دیگه این نکتر خدمتون بگم چون این کلیپ ما الان یه فایلیه که فرزن قرار رو روی, فیلم پرینت بشه و قرار نیست برای تلویزیون برو پخش بشه من میام توی پراجیکت ستینگ برادکست صفر رو ور میدارم چون میتونیم از صفر و صد روشنی های بیشتر و تیرگی های بیشتری هم داشته باشیم به عبارت دیگه این محدوده که شما بینید محدوده فیلمه که تا 110 تقریبا تا 120 میره و تا منفی 20 محدوده سیاهی و سفیدی تلویزیون از صفر تا 100 همونطور که قبلا خدمتتون گفتم پس من برادکست صفر رو ور میدارم که تصویر من همونطور که می‌بینید تغییرات کوچیکی هم اینجا دیده میشه سیاهی و سفیدی هاش برش نخورن همونطور که قبلا خدمتون گفتم از خونه پرایمری این از اتاق پرایمری این ما شروع میکنیم که تمام تصویر رو میشه تغییر داد و توی سکندری جزئیات تصویر رو میشه تغییر داد به عبارت دیگه کلیات تصویر رو ما توی پرایمری این و جزئیاتش رو توی سکندری تغییر میدیم برای ایجاد اون استایل و اون ساختار تصویری دلخواهمون که از کالر میتونیم این کار رو انجام بدیم خب برمیگردیم پرایمر این همونطور که قبلا خدمتتون خب گفتم از سیاهی و سفیدی شروع میکنیم به تغییر دادن چون تصویر من اینجا خیلی تیره است اول من میام هایلایت هام رو یه خورده روشن میکنم شاید میتونم بگم بیشتر از یه خورده خب بعد میام میتون هم یه خورده بیشتر به سمت روشنی میبرم باز هم میتونم بالاتر برم همونطور که شما می‌بینید الان تصویر یه مقدار روشن‌تر شد ولی یه شکلی که پیدا کرد که انگار یه مه روی تصویر هست یا یه, یه چیز اتمسفری این علتش اینه که ما سایه هامون توشون روشنی زیاده یعنی سایه اینجاها اینجا ها نیستن اینجا جهان. پس طبیعتا سایه هام رو یه مقدار تیره تر میکنن. می بینم هنوز بازم جا دارم برای روشن تر کردن تصویر یه خورده دیگه تصویرم روشن تر میکنم یه نکته که توی اصلاح رنگ وجود داره اینی که شما ممکنه به ذهنتون برسه خب بیشتر تصویر توی این منطقه موتور کم شده که میتون هست و میتون ها روی پنجا هستن تقریبا پس ما بیایم اینو یه ها مثلا انقدر زیادتر بکنیم اما این کار کار درستی نیست اتفاق خیلی بدی توی تصویر میفته که حالا با هم میبینیمش توی قسمت بعدی فعلا میخوایم یه خورده تصویر رو بازم روشن تر بکنیم که شما میریم من کلیکم رو میذارم اینجا نگه میدارم کلیکم رو و فشار میدارم به سمت بالا تیرگی هم یه خورده بازم تیره تر میکنم خب تصویر من تقریبا الان از نظر تیرگی و روشنی به یه حد مناسبی رسیده البته تقریبا نمیتونم بگم 100 درصد هر موقعی شما خواستیم توی کالر تصویر قبل و بعدتون رو ببینید خیلی راحت با زدن کنترل جی میتونید این کار رو انجام بدید یا بیان توی گرید دیزیبل گریدینگ یا انیبل گریدینگ قبل و بعدش همونطور که شما الان توی این تصویر این تصویر یه مقدار روح خودش از رو دست داده یه خورده کم رنگ شده غلظتش کم شده چون ما یه مقدار روشنترش کردیم من میتونم بیام از اینجا از saturation که همون غلظت رنگ هست تصویر رو یه خورده رنگش رو غلیستر بکنم پس معمولا ما دومین کاری که بعد از درست کردن تیرگی ها و روشنی ها من انجام میدیم درست کردن رنگ تصویره الان من میبینم که رنگ ها میتونن تا اینجا ها بیان پس میتونم تصویر رو یه خورده رنگش رو قلیستر تر بکنم اگر موس شما اسکرول داشته باشه شما میتونید اسکرول موستون رو اینجا نگه دارید و اسکرول کنید به سمت بالا برای زیاد کردن یا به سمت پایین برای کم کردن خب من اینجا اسکرول میکنم به سمت بالا فکر میکنم الان تصویرم بهتر شده باشه کنم یه خورده دیگه میتونم بش خب به نظر من این الان بد نیست پس ما توی این مرحله رنگمون روی خود بیشتر کردیم اما الان شما میبینید رنگ های ما بیشترش به سمت رنگ یلو و رد یا در واقع همون قرمز و زرد تمایل پیدا کردن ممکنه شما دیدگاه زیبایی شناسیتون اینجوری باشه که خب این الان تصویر متمایل به قهوه‌ای و زرده پس حس قدیمی تری داره خوبه نمیخوام من تصویر رو کار دیگه باش بکنم ولی ممکنه بخوایید تصویر رو خنساتر بکنید به عبارت دیگه شاید شما بخواین تصویرتون یه مقدار تعادل بیشتری بین رنگهاش وجود داشته باشه شما میتونید با رنگ دادن به میتون هاتون هاتون و هایلایت هاتون این خونسا شدن رنگ رو ایجاد بکنید شما میبینید تمایل رنگ ها الان به این سمته من میخوام یه خورده به سمت پایین تر بیاد پس رنگ معکوسش رو باید اضافه بکنم رنگ بین آبی بلو و سایان که میشه گفت فیروزه ایه تقریبا من میام میتون رو به سمت آبی و سایان میکشم همونطور که شما میدید اینجا هم میتونید ببینید که تغییر میکنه و تصویر یه خورده توش رنگ آبی هم بیشتر میشه و تصویر من اینطوری یه خورده خونساتر میشه تمایل دیگه به رنگ خاصی الان نداره اتفاق بعدی که بهتون گفتم میفته وقتی خیلی تصویر رو ما روشن بکنیم یکیش همینه شما الان میبینید این دروازه های گرین توش کاملا مشخص شده من تعمدا این تصویر رو یه مقدار زیادی روشن کردم که شما این گرین ها رو اینجا ببینید شاید باز این از نظر زیبایی شناسی اون چیزی باشه که شما می‌خواید، ولی در واقع این اتفاقی که میفته پس اگر نمیخواید تصویر رو خیلی خیلی روشن نکنید یا اگر تصویرتون گرینی نمیشه خب روشن کنید چرا که نه من فکر کنم یه خورده زیادی تصویر رو آبی کردم البته نه خیلی هم زیاد نیست قبل و بعدش رو اگه بخوام نگاه کنم کنترل جی قبل و بعد قبل و بعد خب ما توی این درس یه کاربرد عملی تری از این ستا قسمت پرایمری با هم دیدیم یعنی میتون های ما خاکستری های ما چطوری باشون رنگ بدیم یا به هایلایت هامون رو شدمون و چطوری تیره تر و روشن بکنیم یه یعنی نکته که من خدمتتون نگفتم و الان میخوام بگم اینی که شما به جنگ اینجا لوما رو بزنید اگر اوورلی رو بزر بخوام پرید رو بزنید اینجا میبینید که تقریبا الان سه تا رنگ شما با هم تعادل دارن قبل از اینکه من این اسلایدر رو به سمت پایین بیارم توی آبی تصویر من یه همچین شکلی داشت یه خورده میتونم سچورشنش رو پایین تر بیارم شما میبینید قرمز خیلی زیاده سبز من تقریبا متعادله آبی خیلی کمه پس من اگر بخوام یعنی شما میبینید که آبی پایین تره این ستا با هم توی راستا نیستن قرمزی ها و سبزی ها و آبی ها اگه تقریبا این ستا با هم توی یه, یه لول باشن حدودا البته تصویر شما تصویر خونساتری خواهد بود همطور که شما اینجا الان میبینین من با درک کردن این آیکون به سمت آبی و سبز هام میتونم تصویر خونساتری پیدا بکنم تصویر متعادل تری پیدا بکنم خب اینم یک توضیح عملی تری بود در واقع در مورد این ستا عنوان